23 همیاری با سیمای آزادی، همبستگی ملی برای قیام و آزادی مردم ایران. در 23 گلریزان همیاری از طرف کانون شورشی 313 اصفهان به همه شما درود میفرستم. با این وضعیتی که رژیم برای ما درست کرده، ما در وضعیت خیلی بد اقتصادی و معیشتی قرار گرفتیم. تعهد میدیم با افزایش فعالیت ها آسایش و آرامش را از این آخوندهای جنایتکار سلب کنیم و ریشه‌کنشون کنیم. از همه ایرانیانی که توان کمک مالی دارند درخواست میکنیم که کمک کنند. من هم متعهد میشم کارها و فعالیت هامون را در اصفهان گسترش بدیم. من درود میفرستم به شیر همیشه بیدار، مسعود رجوی، برادر عزیزم و خواهر عزیزتر از جانم، مریم رهایی. من این فیلمو میگیرم برای همیاری سیمای آزادی. در اون چی که در توان دارم برای رهایی مردم ایران که یکیش خودم هستم میذارم، چیزی که در توان ندارم ولی شعار نویسی در ایران رو تقبل میکنم برای سیمای آزادی. امیدوارم روزی باشه که بتونیم قدماتون رو گلبارون کنیم، زیر پاهاتون جونمون رو براتون فدا میکنیم. شما میدونید که ما در فقر و بیچارگی به سر میبریم. من خودم یک دست فروش بیشتر نیستم، بیشتر از این توان ندارم، وگرنه از نظر مالی خیلی بیشتر از اینا جونم هم فدا میکردم. از نظر مالی که اصلا ارزشی نداره. من خیلی دوستتون دارم، همه بچه های مجاهد قربان شما. کانون شورشی بوران نجفی از ایران میدون وصول. مبلغ ناچیزیه ولی من پرست دارم. من فقط 60,000 کرون میخواستم کمک کنم و بگم که دوباره به قول معروف وفاداری خودم رو به سازمان، به مسعود، به مریم و به تمام بچه های هوادار و به اصطلاح فرمانده های عزیزم کانون شورشی در ایران اعلام میکنم و همیشه پشتیبانشون خواهم بود. من دیدم که واقعا یک وحدت ملی هستش که نسبت به سالهای گذشته خیلی خیلی بیشتر شده از دیر سالا. من امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من هستش که میتونم با خواهر گرامی از اشرف 3 ارتباط برقرار کنم و دست مریضات بگم به تمام اشرفیان که در اشرف 3 هستند. آرزو دارم که شما هجرت بزرگتون رو از اشرف 3 در آلبانی به اشرف 4 در ایران انجام دهید. طی 14 سال پایداری در اشرف و لیبرتی، صدای شما و پایداری شما و مقاومت شما باعث شد که به این نقطه اوج برسیم. به همین دلیل شما مایه افتخار و شرف همه ما و خلق قهرمانمون هستین. درود خدا و خلق قهرمان بر شما باد. درود به کانونهای شورشی، این قهرمانانی که در ایران همراه با مجاهدین ریش و ریشه آخوندی رو قرار است که به زودی برکنن. من امروز افتخار میکنم که از طرف جمع بزرگی از حامیان مقاومت که از طریق بنیاد دکتر ماندان به سیمای آزادی کمک کردن، کمک های اونا رو اعلام بکنم. امروز روزیه که ما میتونیم پشتیبان اینا باشیم، روزیه که میتونیم سهمی داشته باشیم در مبارزه مردم ایران. اول از همه میخواستم به رهبر مقاومت بردم مسعود سلام کنم. پیام آماده باشه تو شنیدم و حاضر میگم و
با سلام به خواهر مریم که با رهبریشون این مقاومت رو تا اینجا رسونده. ای آتش پرتوان و جاوید، ای قاصد گندم و گل و نور، سی مرغ وطن که خیزش تو پایان شب است و نظم شب کور، ای قلب شرار وار و کوبان در سینه خلق زنده در گور، ایران ستور گردد آزاد، زنجیر چوبک سلط زبنیاد. به برادرم پیام میدم، برادر ما پیام تو رو شنیدیم، فرمان آماده باش دادی، ما هم از اینجا میگیم حاضر 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 حاضر. ضمناً از همینجا به پیام شیر همیشه بیدار، فرمانده و رهبر مقاومت مسعود رجوی میگم حاضر حاضر حاضر. امیدوارم که هرچی زودتر ما بتونیم جشنمون رو تو ایران بگیریم و نابودی این رژیم دشخیم رو به چشامون هرچی سریع‌تر ببینیم. از فولاد اهواز، چون خودم اهوازی هستم، خاطرات زیادی دارم. در سال 57 در کنارشون بودم در تظاهراتشون در چهارراه آبادان. در سالهای بعد هنگام جمع‌آوری کمک مالی از کارگرای قهرمان من کمک مالی می‌گرفتم. فقط خواستم به اون کارگرا بگم که ما صدای شما هستیم، برادر کارگر، برادر عزیز کارگر گروه ملی صنایع فولاد کریم سیاحی، در حالی که در خیابان نادری بر بازویت میکوبیدی من صدای تو را شنیدم. اون موقع فریاد زدی، گفتی آیا کسی هست که ما را یاری کند؟ میگویم بله کریم جان، من هستم. در یک کلام، رژیم راه برون رفتی نداره. اگر سرکوب کمترین عقب نشینی بکنه، که خب خیلی مشخصه که تار و پود رژیم توسط قیام مردم و کانونهای شورشی برباد خواهد رفت. این از وضعیت رژیم. اما اگر بخوام وضعیت مقاومت رو بگم، طبعا که میشه از وجوه مختلف، شکوفایی اجتماعی، سیاسی و جنبه‌های مختلف ارزیابی خیلی جامعی از وضعیت مقاومت داد، که طبعا در این برنامه جای همچین گفتگویی نیست و من فقط به اختصار میتونم بگم که فی‌الواقع که مقاومت ما در اوج شکوفایی سیاسی و اجتماعی خودش قرار داره. انشاءالله که همه دارایی های این مقاومت که سرمایه خلق ما هست، در پیوند با مردممون آزادی رو برای مردم به ارمغان میاره و به ثمر نهاییش میرسه. من خواستم کمک خودم را به مبلغ 60 هزار یورو اعلام کنم. من از خداوند میخوام که پشت پناه فرزندان دلیرم، قانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که در مرحله آماده باش و سرنگونی هستند باشه، با آنها را در انجام رسالتشان موفق گردانه. مادر ناصری عزیز، دستبوس شما هستم، خدا حفظتون کنه، آرزوی سلامتی براتون دارم، دست شما درد نکنه، به خصوص که از کانونهای شورشی و از کسانی که در داخل کشور تحت فشار و سرکوب رژیم فعالیت میکنن، دعای خودتون رو، تشویق خودتون رو نثار اونها کردین. سپاسگزاریم از کمک ارزندتون. دستبوس شما هستیم، قربان شما و شب شما بخیر. زنان و مردان و جوانانی که تشنه آزادی و رهایی میهن در زنجیر هستند، توسط سیمای آزادی است که با یگان نیروی سازمان یافته انقلابی و پویایی که بیش از 50 سال بی محابا و بی چشم داشت بر علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ قیام کردند آشنا می شوند. همان نیروی بیبدیلی که در طی سخت‌ترین مبارزه آزادی خواهانه معاصر ایران با شقی‌ترین جلاد قرن، در عین مبارزه توانایی بی همتای خود را در سازندگی و احیاء ملأ پیرامون خود به منصه ظهور رساندند
و کماکان نیز میرسانند با ذکر سه نمونه بی نظیر. یک، بیابانهای برهوت و تفدیده دیاری عراق را به شهری تبدیل نمودند که اروپایی ها و امریکایی هایی که از آنجا دیدن کردند متحیر و متعجب می شدند، ضمن این که خدمات بهداشتی و آبرسانی و غیره را از ساکنان بومی پیرامون خود دریغ نمی کردند. دو، لیبرتی را علی رغم تمام محدودیت ها از سنگستان به گلستان تبدیل نمودند. سه، و اینک اشرف سه که اگر من و امثال من وصف آن را می شنویم، شما هموطنان آزاده به برکت وجود سیمای آزادی گوشه های از توانایی های فرزندان مجاهدتان در احیا و آبادی محیط خیش را آن هم کمتر از یک سال نظاره می کنید. و این گونه اعمال فقط از کسانی برمی آید که عشق و امید و خواستن و توانستن را در مکتب مسعود و مریم با جان و دل آموخته باشند. زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند، آذر 97. میخواستم از کمک خودم که 150,000 دلار هست با خانوادم اعلام بکنم و همچنین 50,000 دلار از طرف یار صدیق محمد اکبر آقای فلوریدا اعلام بکنم که از من خواستن این افتخار رو به من دارن اعلام بکنم. مبلغ 200,000 دلار خدمت سیما آزاری تقدیم. من در همیاری گذشته خودم و خانوادم تقبل کرده بودیم که 50,000 یورو به عهده بگیریم. خوشبختم و مفتخرم که تونستیم این رو به عهده بگیریم و حتی کمی بیشتر. و چون نیاز این مقامت امسال حتما خیلی بیشتر از سالهای پیش هست، سال گذشته هست، من و خانوادم تصمیم گرفتیم که این رقم رو ضرب در سه بکنیم و تقبل کنیم که مبلغ 150,000 یورو در واقع تهیه بکنیم. من مبلغ ناچیز 50,000 کرون رو تقدیم سیما آزادی میکنم و همزمان با حاضر گفتن به 11 پیام فرمانده کبیر ارتش آزادی بخش جان جانان برادر مسعود از شما تقاضا میکنم که اسم من آن به عنوان همیار و کمک کننده ناچیز سیما آزادی تا سرنگونی آخوندهای پلید و ضد ایرانی بنویسید. تنها چیزی که میتونم بگم، قریب 40 سال تحمل و بردباری و ستیزتان با رژیم خانمانسوز خمینی است که ما را امیدوار و پا بر جا نگه داشته و می‌دارد. این مقاومت در رابطه تنگاتنگ و دینامیک با قیام داخل هست. فعالیت های مقاومت در رابطه با اون چی که جنبش و قیام در داخل نیاز داره تعیین میشه. من متعهد میشم که مبلغ 250,000 دلار رو بتونم کمک کنم به این مقاومت و صدای مقاومت. با درود به ملت عزیز ایران و خدا قوت به کارکنان سیمای آزادی، عرضم حضورتون که با این بضاعت اندک کارگری که دارم خدمتون عرضم که اگر لایق بدونید مبلغ 50,000 تومان رو کمک میکنم به تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی. امیدوارم که از این بنده کمترین قبول بفرمایید. من چون میخواستم در این همیاری شرکت بکنم، در این گلریزان زیبا شرکت بکنم، این مبلغ رو راستش رو بخواید از هزینه خوراکی بچه‌ام زدم، خوراکی روزانه که براش میگیرم. و واقعا این رو از همین قبل میگم، امیدوارم که از من پذیرا باشه. این مبلغ ما چیز رو اصلا گفتن نداشت. واقعا درود 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 بر شما عزیزم. رهایی ما از دست رژیم جنایتکار و رسیدن به آزادی در یکی بودن ماست. میخواستم آمادگی خود را برای لبیک به پیام برادر مسعود اعلام نمایم و از همینجا اعلام نمایم که برادر
حاضر. میخواستم بگم که عمو مسعود عزیز، ما پیام شما رو گرفتیم، پیام آماده باشو و حاضرمونو میگیم. انشاءالله سایه مجاهدین رو همیشه مستر مردم ایران نگه داره، چون که فقط شما هستید که، شما مجاهدین هستید که فکر مردم ایران بودید. 40 سال 50 سال مبارزه، هیچ چیزی غیر از آزادی مردم ایران نخواستید. از شما ممنون و سپاسگزاریم، من و دوستان، که به ما همین فرصت رو دادین که در این رزم همراه بشیم برای تداوم روشنگری تیمای آزادی. همیاری بیفه یک کهکشان بزرگ دیگر است. یاری رساندن به سیمای آزادی یک وظیفه ملی است. درود بر خواهر مریم و درود بر برادر مسعود. من 500 یورو کمک میکنم به سیمای آزادی و از طرف یکی از دوستانمون اینجا به اسم داریوش 100 یورو. پیروزی خیلی خیلی نزدیکه. واقعا هر روز ما این احساس میکنیم از طریق همین سیمای آزادی. صبح آزادی نزدیک است و این رژیم ضد بشری به دست مردم ایران و ارتش آزادی و کانونهای شورشی سرنگون خواهد شد. 23 گلزیدان همیاری در واقع کهکشانی از اراده های حامیان مقاومت برای یاری رسوندن به ندای بهترین رسانه‌ای که دل در گروه آزادی میهن اسیرمون داره. اگر این سیمان نبود، اگر این مقاومت نبود، چه بلایی به سر مردم ایران و دنیا می‌آمد. ای کاش صاحب تمام ثروت‌های دنیا بودم و همه رو یک جا تقدیم این مقاومت می‌کردم. این انقلاب صد در صد موفقیتش با شیر زنانی است که یک هم در اشرف و هم در ایران واقعا مقاومت میکنم. امیدوارم که این قضیه قطره‌ای باشه در دریای بیکرانی که مجاهدین دارن ایثار میکنن برای پیروزی هر چه زودتر مقاومت. شما صدای اون محرومین، اون سرکوب شده ها، اون چهار خواب ها، گروه خواب ها، کارگران و خلاص زندانی ها هستید. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل بلای اتفاقی و زنده باد ایران. کمک رسانی و حمایت رو از این مشعل فروزان انجام بدید و هیچگاه نگذارید تا پیروزی مشعل خاموش شد. واقعیتش اینه که در مقابل اون خواهری که از ایران نون خشکشون رو به نمایش گذاشتن و شام شبشون رو به سیمای آزادی کمک کردن، دیگه جایی برای ما نمیمونه. واقعیتش برای با کمال شرمندگی و با پذیرفتن تعهد حد اکثر برای دوران آماده باش و سرنگونی، اجازه بدید که من هم مبلغی و تقدیم سیمای آزادی و مجاهدین میکنم. خودم میگویم حاضر برای نابودی این رژیم زدمنش. و واقعا که پرچم بالاست. احسن. این پرچم که حتما در بالاترین قله های جهان دیگه باید برافراشته کرد. پرچم خودکفایی، استقلال مالی، فقط متعلق به سیمای آزادی و سازمان پر افتخار مجاهدینه. چون سیمای رسانه معمولی نیست. رسانه ای است که در جنگ دائم با رسانه های وابسته به این رژیم دجال، چه در داخل چه خارج، همچنین رسانه های استعماری و مماشاتگر. احسنت. به این هم میدیم به کلی کسایی که از ایران زنگ زدن گفتن ما پولی نداریم، واقعا تک تکش مال همه است. برای همه دریافت هایی که از این مقاومت داریم، یعنی برای همه ارزش های انسانی که ما در این مقاومت فرا میگیریم و با اونها اونس و خون میگیریم و خودمون هم به حد توان میتونیم منادیان این ارزش ها باشیم، برای همه این دریافت ها این گلریزان هستش که یک فرصت پرداخت به ما میده و ما باید این فرصت پرداخت رو به دیدگان بذاریم و از شما تشکر بکنیم.
$25,000 را به سیمای آزادی به این صدای سرکوب شدگان تقدیم میکنم. و از اینجا دستای گرم زنان کانون‌های شورشی در کشور عزیزمون ایران را بفشارم و به اونها هزاران درود میفرستم. واقعیتش اینه که این همیاری واقعا همیاری قیام سرنگونی بود و سمبل پیوند خلق با پیشتازانش که داره میده که این یاوه و کلیشه استعماری ارتجایی که میگه عدم پایگاه اجتماعی مجاهدین رو همیشه داره تکرار میکنه رو دود کنه و به هوا بفرسته. خوشحالم که افتخار این نصیبم شده که همیاری این دوست از ایران رو اعلام کنم که این مبلغ 30 میلیون تومان در واقع از پدر و مادرشون به ایشون به ارث رسیده و اون رو تقدیم این گلریزان میکنن. تمام کسایی که جونشون رو کفته ازشون گذاشتن در راه آزادی میهن فداکاری ها رو دارن میکنن. این از خود گذاشته بود ده ها هزار شهید و پشت دارن. چی کرده این کارو؟ برای چی کردن؟ برای خودشون که نکردن، برای جیبشون که نکردن، برای ایران کردن، برای وطنشون کردن، برای مردم میهنشون کردن. برای هر چه زودتر سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. حاضر حاضر حاضر